و اینکه حالا ما خودمونم یه رسمی داریم، وقتی عروس داماد دعوت میکنه آخر شب که دیگه میخوام برن، حالا یا ظهر یا شب فرقی نمیکنه، موقعی که دیگه میخوام برن ما یه هدیه بهشون میدیم، حالا رسمی که ما خودمون داریم این کارو انجام میدیم، حالا یا اینکه پول نقدی بهشون میدیم یا اینکه کلا یه هدیه باشه، خانوادگی باشه، مثلا مثل یه چیزی باشه مسئله خونه. ببینید دوستان امروز چی براتون درست کردن، یه مرسم پلوی خیلی خوشمزه و مجلسی. فقط رنگ روش رو ببینید، روخش رو ببینید، چقدر زیباست، چقدر قشنگه. اینم از تدیگش که واقعا یه تدیگه خیلی خوشمزه و خوش رنگ رو در اومده. سلام به روی ماه تمام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب دوستان امروز من میخوام این مرسم پلوی فوق‌العاده خوشمزه و مجلسی رو براتون درست کنم که سفرتون رو خیلی شیک میکنه و پذیرایتون رو خاص میکنه و مطمئنم که مهموناتون خیلی خوششون میاد. این غذای خوشمزه برای قلب کشوره، برای آذربایجانیای عزیزه که واقعا این غذا رو وقتی که درست میکنن، خب حالا اونا به سلیقه خودشون درست میکنن، مثلا مثل این کشمش یا اینکه هویج، گوشتش و اینا رو که درست میکنن همه رو با هم مخلوط میکنن، میگن طعمش میره به هم، یا اون خلال پسته بادوم اینا رو همه رو با هم مخلوط میکنن، میریزن روی برنج و نوشجان میکنن و قزوین هم درست میکنن، قزوینی های عزیزم درست میکنن، واقعا غذای فوق‌العاده مجلسی شیکیه. البته الان دیگه جا افتاده تو همه این شهرها این مرسم پلو رو برای مهمونشون درست میکنن، پس با هم بریم این غذای خوشمزه رو درست کنیم. خب عزیزم مرسم پلومون رو شروع کنیم، کاراشو انجام بدیم. الان اولی کاری که من باید انجام بدم این مرغا رو تمدار کنم، یه نیم ساعت بمونه، بعد کار دیگه رو انجام بدیم. ببینید این مرغا رو من فیله کردم به این صورت، بعد یه چند تا درست کردم، نمونهشو نشون شما بدم. اینطوری مدل حلزونی پیچیدم، با این خلال دندون به هم وصل کردم، ادویجات زدم، زعفرون زدم، تمدار شد. حالا اینا هم همون کار رو باش انجام میدم. من همه رو میذارم داخل این سینی تا بهش ادویه بزنم. البته این سینه که من اینجا آماده کردم یه سینه کامل مرغه. ادویه ای که من اینجا آماده کردم: نمک، فلفل قرمز کم، نصف قاشق چای خوری، نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه، نصف قاشق چای خوری پودر سیر و یک کم زردچوبه. اینا رو همه رو من مخلوط میکنم، میپاشم روی مرغامو. زعفرونم میزنم که همه رو با هم قشنگ ماساژ بدم. این پیازم میریزم روش. یه دونه پیاز بود، یه دونه پیاز متوسط بود. حالا این مرغ ما برای نیم ساعت میذارم داخل یخچال که این مواد قشنگ بره بخوردش. خب این درم من روش میذارم که این عطر پیازش و اینا زیاد پخش نشه. اینجا ما یک کاسه خلال پوست پرتقال داریم که این خلال پوست پرتقال رو من خودم خشک کردم، منتها الان 5-6 ساعت من اینو خیس کردم، دو سه بارم آبش رو عوض کردم، الان باید بذاریم بجوشه. سه بار بجوشه، بعد از سه بار تفتیش بدیم. دوستان ما دو تا هویجم لازمی داریم برای تزیین غذامون که باید پوست کنیم و خلالی خورد کنیم که من اینجا آماده کردم و نمیخوام سرخش کنم. خلال پوست پرتقالمونم یه کاسه ماسخوری پر بود، دیدین اندازه شد. البته وقتی خوش بود کمتر شد، موقعی که خیز شد دیگه خوب این مقدار بیشتر شد. الان این مقدار موادی که من دارم درست میکنم برای سه تا لیوان برنجه،
حالا اگر برنج بیشتر باشه باز موادمون هم بیشتر میشه. روغن داغ شد من همینجا سرخ کنم. همینجا سرخ شد حالا من از تو روغن درشون بیارم. نصف لیوان فرانسوی کشمش داریم، کشمش پلویی نصف لیوان فرانسوی هم زرشک داریم که اینو من شستم باشم. ببینید شسته است، خوش شده. الان میخوام سرخش کنم. این پوست پرتقالمون هم جوش اومد، خلال پرتقال اینا باید صافش کنم. این هم کشمشمون از داخل روغن در میارم. این روغن همون روغنی بود که من هویج رو سرخ کردم، چون زیرش کم بود روغنمون نسوخت، دوباره استفاده کردم. آب برنج گذاشتم جوش بیاد. هم که خدمتتون گفتم من 3 تا لیوان برنج ریز کردم که درست کنم. خلال پرتقالم 3 بار گذاشتم جوشید، الان دیگه میخوام بذارم سرخ میشه. حدود 3 دقیقه که این خلال پوست پرتقالمون تفت خورد، ما یه قاشق شکرم بهش اضافه می‌کنیم. چون جوشیده میشه یه خود رنگ این پوست پرتقالا میره. من یکم زعفرونم بهش میزنم. هم رنگش قشنگ میشه، همین که خوش عطر میشه. اینو من تست کردم، یه مقدار دیگه شکر میخواد. حدودا نصف قاشق غذاخوری دیگه شکر میخواد. خب دیگه خاموشش میکنیم، آماده شو. حالا بریم سراغ برنجمون. دوستان این برنجتون اگر برنج ایرانی بود قدش کوتاه بود، میتونید موقعی که داری میجوشه وسطای پختش یه لیوان آب سرد از این کنار اطرافش بریزید. یه شوک وارد میشه، قد برنجتون بلند میشه، برنجتون قد میکشه. و اینکه آب لیمو هم بریزیم برنجتون رنگی سفید میشه. دیگه الان وقتشه که برنج آب کش کنم. یه مقدار روغن می‌ریزم تای قابلمه، یکم هم زعفرون می‌ریزیم. خیلی کوچولو، یعنی اندازه تای استکان من آب رفته بودم. خب حالا می‌خوایم طریق سیب زمینی بذاریم. اینم از تهدیگ سیب زمینیمون. حالا برنج رو اضافه کنم روش. برنجی یکم برنج دودی هم باتیشه، چه عطر داره. یه چند تا سوراخ من اینجا ایجاد میکنم که بخاری زودتر بیاد بیرون. حالا روغنم میدم روش. دوستان من میخوام روغن بذارم روی این برنج که دم بکشه، منتها اگر بخوام داغ کنم برم یه دفعه همه میره پایین، چون داغ دیگه. همین روغن سرد رو میذارم تا برنج بیاد داغ شه، این روغنم کم کم میره به خورد برنج. اونطوری بهتره. یه تیکه کره میذارم این مقدارم روغن. پلو چون یه غذای مجلسیه، اینه که یک خود ما میخواییم خوش عطر میشه، برای همین کره میدیم روش که اون عطر کره بریم داخل برنجمون. این شعله پشکون رو حتما حتما بذارین در قابلمتون. اگه طریق خوب میخوایین داشته باشین حتما از شعله پشکون استفاده کنید. من 3 تا دونه هلم میذارم روی برنجمون که برنجمون خوش عطر بشه. من
برنج هم گذاشتم رو شونه کوچیکتر. حالا یه دمکنی هم میخوام بذارم که قشنگ برنجمون دم میکشه. البته بخار داده بالا ولی خب دیگه حالا دمکنی هم میذارم. خب دوستان الان دیگه نوبت مرغامون شد. این مرغا رو من از یخچال آوردم بیرون. الان میخوام مدل حلزونی درست کنم، سرخش میکنم. آموزشش هم میشونه شما بدم. دوستان ببینید این سینه مرغ رو ما فیله کردیم به این صورت، به این اندازه برش زدیم که تم دارش کردم و داشتم یخچال. الان من برش بذارم، شما ببینید برشش رو میذاریم روی این تخته. بالای بالانه اندازه 2 سانتی پایین تر به این صورت، از وسط میزنیم بیاد تا پایین. اینو ما میگیریم سرشو گرد میکنیم به این صورت، میاریم وسط. وسط که اومد اینو میپیچیم دورش. اینه به این صورت، بعد با خلال دندون به هم وصلش میکنیم. خیلی راحت ببینید. مرغمون آماده شد، حالا بریم بذاریم سرخ شه. فقط این مرغ شما اگر بخواییم بپزینم میتونید مرغ قشنگ مکعبی خود کنید، بعد یه پیاز تفت بدید، مرغ رو داخل پیاز تفت بدید، این مقدار رو هم روش بذاریم بپزه. اون کارم میتونید بکنید. بعد اونطوری که درست کنید یه مقدار آب داره، سس داره، میتونید موقعی که برنج رو میکشید اون مرغ رو بذارید روی برنج، دوباره روش برنج برید، البته توی دیش نه توی قابلمه، اونو میذاره لای برنجتون که اون ساسش بخورده برنجتونم بره، ولی این برای تزیین روه. دوستان من این مقدار روغن ریختم که داغ شه برای گوشتایی که میخواییم سرخ کنیم، بعد به خاطر اینکه غذامون خوشتم بشه این مقدار کرم من بهش اضافه میکنم. چیزی شما یاد متوسط کنید که زیاد کم نکنید که آب بندازه. این پلو باید هر طرفی 3 تا 4 دقیقه سرخ بشه که کامل قشنگ پخته بشه. برای مرسل پودر خشکی رو مجلسمون ما نیاز داریم به خلال پسته و خلال بادوم که اینا رو من اول قشنگ تمیزم رو شستم، بعد حدود 3-4 ساعت هم داخل گلاب رو پیس کردم که بعد دیگه گلابش رو خالی کردم. الان اینجا آماده است برای سرخ کردن. البته این پسته سرخ کردن نمیخواد، تفت دادن لازم نداره، چون اگر این پسته رو ما تفت بدیم رنگ زرد میشه و بیرنگ میشه، برای همون فقط داخل روغن بیمار آتیش میکنیم که براقش شاین بشه، خوشگل بشه، ولی این خلال بادوم یک تفت خیلی کوچولو میده. مقدارش هم نصف پیمانه خلال بادوم داریم و نصف پیمانه هم خلال پسته که میشه نصف لیوان فرانسوی. یه طرف این پلو سرخ شد، حالا برش میگردونیم. اینم از مرغامون سرخ شد آماده شد، حالا بریم برشمون رو سرخ کنیم. کم خیلی کم روغن میریزی برای زرشکی ما. دو قاشق شکرم اضافه میکنیم به زرشکی ما. هم براقش میکنه هم خوشتر میشه، ملس میشه.
خب اینم از زرشکمون آماده شد، خاموشش کنم. یه مقدار روغن من ریختم داخل این ظرف که خلال بادمون رو میتف بدیم. اینم از خلال بادمون تفت خورد. الان من اینو خالی میکنم، این نور خلال پسترم میریزم، یه تابش میدم دیگه روشن نمیکنم در جا. غذای فوق العاده مجلسی آماده شد، حالا دارم آماده میکنم بریزم داخل ظرف سرو. حالا شما هم ببینید که به چه ترتیب آماده شده همش. این از برنجمون، اینم فیلای مرغم که حلزونی شده، اینم زرشکشه، اینم پستمونه، هویج، کشمش، خلال پوست پرتقال و خلال بادوم. این خلال بادوم که تفصیلی چقدر قشنگ شده، شیشه ای رنگ شده، خیلی همچین خوش رنگ و قشنگ در اومده. برفی از این خلال پرتقال ببینید چقدر خوش رنگ و خوش آب رنگ در اومده. یعنی حتما به خلال پرتقالتون شکر دو سه قاشق اضافه کنید. دوستان من این غذا رو چیدم داخل این دیست، منتها چون مجلسیه من میخوام یه مقدار روغن حیوانی بدم روش، زیاد نمیدم، یه کم میدم. اینا پسته است، دارم میدم روی این تریگاه که خوشگل بشه. خب دوستان اینم از مرصفه‌های مجلسیمون آماده شد، واقعا خیلی خوشمزه و خوش عطر اومده، یعنی یه عطر خاصی از این غذا داریم میاد بیرون، جای همگیتون خالی. حالا من یه مقدار بریزم تست کنم و بافت وسط گوشتشم ببینیم به چه صورت شده. یه مقدارم از این پسته و زرشک و ایناشو من بردارم که طعمش همه با هم مخلوط شه که ببینیم چه طعمی میده. این گوشتو من نصفش میکنم که بافت داخلش هم ببینید. ببینید بافت داخل گوشتمون رو قشنگ پخته شده، هم روی سرخ شده، وسطش هم که کامل پخته شده، خیلی طعم‌دار و خیلی عالی، جای همه که تو واقعا خالی. حالا من یه مقدار تست کنم از این برنجش با اجازتون. یعنی من یه چیز رو بهتون بگم باورتون نمیشه، این جواهر پلویی که میگن، این غذا اسمش جواهر پلو هم هست، واقعا جواهر پلوه، واقعا جواهره، خیلی خوشمزه است، یعنی بی نظیره، جای همگیتون خالی. ببینید دوستان این غذا غذایی که این مقدار زحمت داره، این مقدار بیشتر کار میبره، ولی واقعا فوق العاده غذای بی نظیر و خوشمزه و مجلسیه. یعنی حتما بهتون پیشنهاد میکنم اینو درست کنید و طعمش رو بچشید که ببینید چقدر لذیذه. من این تدیگش هم نشونتون بدم، بذارم تو این چنگال، ببینید همه شما خواهم، یعنی برشته برشته خیلی قشنگ سرخ شده، خیلی خوشتم و عالی. دوستان امروز میخوام درباره مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با تون یکم صحبت کنم تو این ویدیو، چون یکی از دوستان ازم خواسته بود که
آداب مهمونی دادن به چه صورته و اینکه وقتی که یه مهمونی میاد ما چه غذایی باید درست کنیم. مثلا پذیرایی از نو عروسان از هم خواسته بودن و پذیرایی از خانواده همسر و فامیل دور همیای خودمونی و اینکه همکار شوهر غریبه ها. البته اینا همه فرق میکنه، هر کدوم شرایط خودشو داره. اگر آدم بچه این خودش باشه که خب خیلی راحت تره، یا مهمونیه که دور همیه که اونو خب باز فامیله که میدونی چی دوست دارن چی دوست ندارن. حالا بستگی داره این مهمونی که شما میخوای بدید چقدر میخوای هزینه کنید. اول اینکه سعی کنید زیاد هزینه نکنید، در یه حدی باشه، یه خود جمع جور باشه. بعد بستگی داره که خودتون مهارتتون چقدر باشه تو آشپزی و چه غذایی میخواین درست کنید. البته اینا همه سلیقه‌ایه که سلیقه خود میزبانه که چی غذایی میخواد درست کنه. همونطور که میدونید ما ایرانی ها خیلی مهمون نوازیم، تو مهمونی رفتن، تو مهمونی دادن واقعا یعنی سعی میکنیم که هم غذای خوب درست کنیم، همین که یه امکانات خوبی فراهم کنیم برای مهمونامون که وقتی مهمونا میان بهشون خوش میگذره، راحت باشن. اینه که بالاخره یه آدابی داره، شما باید از قبل که میخواین مهمون دعوت کنید اولا یک هفته جلوتر به مهموناتون اطلاع بدید که این مهمون میخواد بیاد، برنامه ریزی برای جای دیگه نداشته باشه. وقتی هم که مهمون میاد دم در، شما باید تشریف ببرین دم در، بهشون خوش آمد بگین، راهنماییشون کنین بیان داخل که کجا بشینن، یه وقت میخوان لباسی عوض کنن راهنماییشون کنین داخل اتاق که لباسشون عوض کنن. اینا هست جزئی از همه آدابای مهمونیه که آدم باید حواسش جمع باشه اینا رو همه رو انجام بده. وقتی که مهمون میاد اگر تابستون باشه شما باید یه نوشیدنی خنک چیزی درست کنید، بعد براشون میوه بیارید. البته این چیزایی که من الان دارم میگم اینو به خاطر دختر خانمایی میگم که تازه ازدواج کردن و عروس خانمایی که تازه وارد زندگی شدن و از من خواستن که نحوه برگزاری مهمونی برای ما توضیح بده. به خاطر اون دارم این بعضی چیزایی ریزکاری هم دارم توضیح میدم. وقتی که میان با میوه پذیرایی میشن باید بشینین باهاشون صحبت کنین، خوش برخورد باشین که به مهموناتون خوش بگذره. حالا ما میریم سراغ عروس خانوما که شما میخواین یه عروس رو پاگوشاه کنید. این عروس که پاگوشاه میکنید خب باید مجلسی باشه، غذایی درست کنیم که غذای سنتی خودمونو بیشتر درست میکنم، مثلا مثل برفر، زرشگل و مرغ که خیلی غذای مجلسی و شیکیه. البته شما برای پیش غذا باید اولی پیش غذا درست کنید که معمولا سوپه، انواع سوپ هاست، معمولا سوپ جوی بیشتر درست میکنن. و اینکه پیش غذا خوب زیاده، حالا مثلا مثل رولای بادمجونه که خیلی شیک میکنه اون میزتون رو، یا اینکه دلمه برگیمو اینا برای پیش غذا واقعا خیلی شیکه. بعد سالادای مختلف درست باید درست کنید، مثلا مثل سالاد کاهو، سالاد کلم، ماست و خیار. بعد برای غذا هم که گفتم خدمتتون زرش پلو خیلی عالیه، فسنجون و پلو خیلی عالیه. اینا غذایی که مجلسیه و واقعا سفره رو قشنگ میکنه. البته با آلی پلو که خیلی غذای لذیذیه، با ماهیچه واقعا خیلی میچسبه، یا اینکه با مرغ. اینا هم یه غذاییه که سنتی غذای خودمونه، مرسومه، درست میکنن تو سفره ایرانی که واقعا خیلی رسمی و شیکه. البته غذا زیاده، حالا من این چند تا غذا رو خدمتتون گفتم. البته دسر هم باید باشه، برفرض مثال میزنم که پان اسپانیایی خیلی عالیه، یا اینکه جلی بستنی خیلی خوشمزه است. اینا رو برای مهموناتون بتونین آماده کنی واقعا عالیه. و اینکه نوشیدنی هم باید حتما باشه پای سفرتون. و اینایی که من الان خدمتتون گفتم اینا برای مهمونی‌های رسمیه، و اینکه خانواده همسرتون باشه اینا همه اینا همه هیچ فرقی نمی‌کنه. و اینکه حالا ما خودمونم یه رسم داریم، وقتی عروس آماده دعوت می‌کنه آخر شب که دیگه می‌خوام برن، حالا یا ظهر یا شب فرقی نمی‌کنه، موقعی که دیگه می‌خوام برن ما یه هدیه بهشون میدیم. حالا رسمیه که ما خودمون داریم این کارو انجام میدیم، حالا یا اینکه پول نقدی بهشون میدیم، یا اینکه کلن یه هدیهی باشه، خانوادگی باشه، مثلا مثل یه چیزی باشه وسیله خونه.
اینم یکی از رسمای قشنگ ما ایرانی هست که به عروس داماد این هدیه رو میدیم. خب حالا میریم سراغ مهمونی های دور همه و خودمونی. مهمونی خودمونی که دیگه خب مشخصه آدم چی درست کنه، چون اخلاقشون رو میدونیم که چی دوست دارن چی دوست ندارن. مثلا وقتی آدم مهمونی خودمونی دور هم جمع میشه، مثلا میتونه یه قرمه سبزی درست کنه یا اینکه یه لوبیا پلو درست کنه یا یه ماکارونی درست کنه، دور هم مثلا بشینن بخورن. این هم از مهمونی خودمونی. حالا به هر حال زیاد تجملاتی نیست که بخواد مثل مهمونی غریبه باشه. یا حالا اگر تونستین یه سوپی درست کنین، یه سالادی، سبزی خوردن، نوشابه یا دوغ چیزی، این میشه مهمونی خودمونی که خیلی راحته. حالا میریم سراغ مهمونی همکار همسر. حالا اگه همکار همسرتون داری میاد خونتون که خب باز اون آدم غریبه است، فرق میکنه، ممکنه هم یک بار باشه دیگه نیاد. اینی که باید یه پذیرایی خیلی شیک درست کنید براش که واقعا بهش خوش بگذره، سلیقه‌ای نباشه، یه غذایی باشه که این غذایی که سنتیه درست میکنن، این که همه دوست دارن، غذایی باشه که همه پسند باشه. برفرض حالا شما اگر میخواین دو مدل غذا درست کنید، مثل همون زرشک‌پلو با مرغ باشه که کنارش هم میتونیم بازی غذای دوم هم درست کنید، مثل قرمه سبزی. و اینکه سوپ حتما باید باشه، سوپ درست کنید، سالادای خوشگل درست کنید. و اینکه همون دسر میخواد دوباره، دسر باید درست کنیم برای بعد از غذا و به عنوان پیش غذا، دوباره پیش غذای قشنگ درست کنید، میزتون رو رنگی بشینید، میز شیک بشینید که میزتون خوشگل باشه. و اینکه نوشیدنی هم حتما باید پای میزتون باشه. حالا میریم سراغ فرزند خود آدم که میخواد بیاد خونمون. این هم میشه همون مهمونی دور همی خودمونی میشه، هیچ فرق نمی کنه. حالا مثلا برفرض بچت داره میاد خونه، شما حالا یه مرغ میپذیر، برنج درست میکنه، دیگه نیازی نیست که بخوایی بری دسر درست کنی یا اینکه سوپای مختلف درست کنی یا سالادای مختلف درست کنی. این دیگه در همون حد غذایی درست میکنی، دور هم میخوری. اینم از مهمونی بچه خدا آدم. حالا شما مثلا فرض کنید که یه مهمونی براتون از شهرستان اومده، میخواد دو روز سه روز بمونه خونتون. این مهمونی که از شهرستان میاد، به هر حال شما باید یه اتاق براش فراهم کنید. وقتی که مهمونتون از راه میرسه، حالا یه جایی باشه چمدوناشو بتونه بذاره، یا اینکه اگر زمستونه تابستونه اون کولر اتاق براش کار کنه، یا اینکه زمستونه شوفاژ براش کار کنه، یعنی جاش گرم باشه، خنک باشه، حالا تو هر فصلی که هست. شب میخواد بخوابه، از راه رسیده، اگر خیلی خسته است اجازه بدین زودتر بره استراحت کنه، براش وقت خوابش آماده کنید. در کل یعنی دارم اینطور میگم که وسایل آرامش و استراحتش رو براش فراهم کنین، چون دو سه روز که میخواد بمونه ممکنه مثلا مهمون شما وقتی میاد یه چیزی فراموش کرده با خودش بیاره، مثلا مثل یه حوله یا اینکه شامپو، اینا رو شما براش فراهم کنید. یا اینکه غذایی میخواین درست کنید، از قبلا آماده کنید، خریداتونو بکنید، داخل منزل باشه که با مهمونتون بیشتر بتونید دوره هم باشین و خوش بگذرونید. یا برفرض روز بعد نشستین دوره هم برای وسط روز، برای میان وعده، حالا یه شیر، یه کیک، یه شیرینی چیزی آماده کنید که اون مهمون بهش خوش بگذره و احساس آرامش بیشتری بکنه تو خونتون. خب اینم چند نکته از مهمانداری و پذیرایی که ازم خواسته بودیم براتون گفتم. انشالله که همیشه تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه، که از این مهمونی ها و دور همی های خوب با هم زیاد داشته باشیم. خب دوستان، امیدوارم این نکاتی که گفتم براتون مفید بوده باشه و این مرسل حوله خیلی خوشمزه رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. خوشحال میشم کانال رو حمایت کنید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو فعال کنید. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.